دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشتت به دو دست دعا نگه داره. دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشتت به دو دست دعا نگه داره. میگه حافظ، میگه ای تو زندگی کو، از ای تو یک رای پاک و پاکیزه، معاش و معیشت زندگی تا فراهم کو، که اگر در یک جای پایت بلغزه، از دستی که تو یک انسان پاک هستی ملائک خیز بزنه، فرشته ها خیز بزنن که تو را به دو دست دعا نگه دارد. نه دست دعا اتر است، یعنی اترام نگیرنه تا که وردارنه، دروی دست خود بگیرنه از پاکیزگی زیاده. آیا ما و شما کسایی که مسلمان هستیم، بخصوص کسای ما که مسلمان تر هستیم، بخصوص کسای ما که تدریس میکنیم و با دیگران میآموزیم که چطور مسلمان خوب باشن، همه تو یک زندگی دارن؟ خدا کنن. اما تنها ازم در برنامه امروزم خوش آمدین. ما امروز روی دو موضوع میخواستم گپ بزنم. یکی که یگان ایمیل هایی که از شما رسیده به ما تبصره بکنم، و دیگه ای که روی امی جلسه شیکاگو که در مورد عمدتا افغانستان است یک تبصره بکنیم. اما ما ایران هستم که کدامش اول بگویم؟ بیاین که یک شعر خط پرتیم. هر کس که برد، شما بردین و ما میفهم که شما کدامش اول میخواین. همی کنجکاوی افغان ها بسیار زیاد است. اول میگه بیادر بگو که کی گفته و چی گفته. نه بازی جلسه شیکاگو خب برو، باز اگر شد بگو، اگر نشد نه، اما ترکاییست. خب بیاین ما همی آتش کنجکاوی شما را یکم پایین میسازم. با ما یک تعداد زیاد ایمیل های خوب رسیده، ایمیل هایی که ما اتا میشرمم که راجع به فکر کنم. یعنی اینقدر تعریف کردن که ما یکان دفعه میگم وی که ما یار بازی نداده باشم که یا مرق خوب دیدن، چطور ما شایسته اینقدر تعریف شدیم. شما با این تعریف هایتان باور کنین یک آهینه پیش روی مواز کردین که ما در رو دیگه خود کل نمیبینم، که استاد میشم حلقه حلقه کاکل میبینم. و ما از خداوند بزرگ کمک میخوایم که هیچ وقت مرا نگذاره که به این تعریف ها خود بالاتر فکر کنم، خود کدام آدم مهم فکر کنم. و باور کنین ما همی قدرت دارم که نگذارم که شما مرا با این تعریف هایتان بازی بتین که گویا البته من یه آدم هستم که یا میگن. حالا بازم تشکر. ما خوش ندارم که در برنامه های خود از نام کسایی که ایمیل رایی میکنن یاد بکنم، حتی اگر ایمیلشان را بخوانم. در جمله از ایمیل هایی که با مرایی کردین که تعریف کردین، همچنان یک یاد از هموطن های دیگیم که قهر شده بودن و ما ایمیل رایی کردن، از جمله یک آقا برم یک ایمیل رایی کرده بود به فارسی که عنوانش بود لعنت بر تو. یک ذره خندام گرفت و یک جوک کت خود کردم که خوب شد که همه تا هم نبود که در هر کس میرفت نگو لعنت بر تو، لعنت بر تو میواز سلام علیکی. این چی یک عجیب فرهنگ میشد. اما حقشان است، بخاطر ازی که من یک آدم شخصی دیگه نیستم. وقتی که در تلویزیون میبرایی در مورد مردم گپ میزنی و قضاوت میکنی، باید اجازه بدی که مردم در موردت گپ بزنن و قضاوت بکنن و یه حق شماست. منتها یک کمی پیش از وقت میباشه. به طور مثال بگویم راستی که آقا چی نوشته کرده بود، از اون نگاه ما میگم به وقت بود که در اول لعنت بر تو نوشته کرده بود. شاید آخر نمیگفتی گپ، اگر سوالای خود اول میکرد، یا شاید میگفت، او وقت ما قبول میکنم که البته دلیل داره. ولی وقتی که با من نشته کرده بود، گفته بود که
آقا تو فکر میکنی که باز ما را بازی میتی؟ ما از لابلای گپای کفر را که تو میگی ما میفهم تو یک کافر مرتد هستی. باز ما برش ایمیل کردم که I pray for you، یعنی برای دعا میکنم. بازی گشته ایمیل کرد که pray what، یعنی که تو چی کاره pray، برای چی میکنی؟ باز ما گفتم که I pray that you wake up to your senses، یعنی که خداوند تو را کمک کنه که با هوش خود بیایی. باز برای ما پس ایمیل کرد که Do you believe in Islam؟ باز ما برش گفتم که Depends، What do you mean by Islam؟ یعنی What's your understanding of Islam؟ باز ای با ما ایمیل کرد که Do you believe in لا اله الا الله محمد رسول الله؟ Of course ما برش گفتم، یعنی معلوم دار، تو فکر میکنی که ما با لا اله محمد رسول الله باور ندارم و در اینجا آمده ام ناقی از اسلام دفاع میکنم؟ نه، اگر ما باور نمیداشتم با گپایی که میزنم، ما این همتا به می جرات ساد میشتم امو گپا میزدم، ایش بدون ترس برات میگفتم که نه ما اینی باور ندارم، اما معلوم دارم این باور دارم. خداوند یک کتاب مهمترین خدا توسط یک پیغمبر به نام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به ما فرستاد. اگر این پیغمبر نمی بود این کتاب به ما نمی رسید. به اساس این کتاب و به توفیه که پیغمبر دادن ما مسلمان هستیم، اما این به ایمانا نیست که ما رقم خودت پیغمبر می بینم و پیغمبر را که دوست دارم و ایمان دارم از او بلا تشویه یک مجسمه جور میکنم. نه، ما یک توازن در دین خود دارم. یک مثلث است: خداوند، قرآن، پیغمبر. خداوند بزرگ یک کتاب پاک و یک پیغمبر خوب خود فرستاد تا که با ما برساند پیغام خداونده. پیغمبر در حالی که یک انسان مقدس است، یک انسان است که ایمان به او داریم، یک انسان است که پیروش هستیم، ولی به اساس چی پیغمبر بود؟ به اساس قرآن، قرآنی که خداوند فرستاده. قرآن دستور خداوند است. پیغمبر قرآن آورده به ما داده. اینمی توازن در پیش اکثر ما مسلمان ها از بین رفته و آهسته آهسته ما در پیغمبر پرستی مصروف شدیم. یک مثال برای شما بدم. او سال در آلند یک آقا کارتون های پیغمبر رسم کرد. ما شما مظاهره کردیم، جنگ ها کردیم و دعواها و نفرها کشته شد. بخاطر چی؟ ما از پیغمبر خود دفاع میکنیم. به اساس آیات قرآن باور کنین مجبور به هیچ کار نبودیم. و ما برین در یوتیوب پروگرام های ما ببینین، ما به اساس قرآن نگه پاره میزنم، ولی ما در پروگرام خود هر برنامه دیگه خود دوباره از سر تشریح نمیکنم. ولی یک سوال از شما کنم که ما میگم که ما با پرستش پیغمبر شروع کردیم یا پیغمبر بالا 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 بردیم در پالوی خداوند بلا تشبیشاندیم و ایره پیغمبر اگر امی جمعی بود به شما میگه پا میزد که شما گناهکار میشین با امی کار. اگر یک نفر هم امروز در دنیا بخیزه یک کارتون خداوند در رسم کنه، چی میکنین شما؟ امی شماهایی که قم مظاهره کردین، نفر کشتین، در سرکا برامدین و ماهایی که قار شدیم اگر در روی سرکا هم نبرامدین، چی میکنین؟ اگر کارتون خداوند بکشن هیچ چیز نمیکنین. برای چی؟ به خاطر که ما با خداوند کمتر میبینیم نسبت به پیغمبر. فکر میکنه این مردم نکشده کارتون های خداوند چند تا مظاهره دیدین. باشین ما برای شما بگویم که امروز چه کارتون های خداوند در امیجه وجود داره، در 10 مایلی تان 20 مایلی تان. شما برین در هر گدواره و در هر تمپل بودست و ایندو و بعض ادیان دیگر، امروز به ده ها مجسمه ماندگی است. مجسمه چی است؟
مجسمه کارتون خداوند است. آیا کس قار شده؟ آیا کس مظاهره کرده؟ نه. به خاطر از این که ما باور کنیم در قسمت خداوند کمتر ارزش قائل هستیم نسبت به پیغمبر. ما در برنامه های خود چی میگم؟ ما میگم قرآن بخونیم، قرآن بفهمیم، تا که قرآن به یک حضرت موسی تبدیل شد که شما را از رود نیل گذر بده. شما میگین یا آقای یهودیست گپ حضرت موسی را زد. ما میگم قرآن شما را میتانه حضرت موسی پیغمبر شد برتان. شما میگین دیدی یا آقای یهودیست. همی یک شعر حافظه که میگه تو را چنان که توی هر نظر کجا بیند، و قدر دانش خود هر کسی کند ادراک. ما خدا نکنه منظورم نیست که توهین کنم، در سطح اعتیاد که دانش بالا داره متوسط داره و اعتیاد زیاده که از یک دانش بسیار پایین برخوردار است برنامه بیرون میتونم. ما منظورم کمک برای کسایی که بسیار بالا است نیست، حتی متوسط است نیست. ما میخواییم اونو و هموطن بیچاره ما که هیچ معلومات نداره و ایره مردم سوء استفاده میکنه، ایره ما یک بیدار بکنم که برادر گلم بخی بخی که بازی خوردیم. قرآن از ما گرفتن، پیغمبر ما را از ما گرفتن، از خدا ما را روی ما را دور دادن با اینمی کتاب های شیطانی. شما 100 سال اول اسلام ما پیغام گفتم میرم که اون مردم در قرن اول هجری کسایی که قدرت داشت پیغمبر و رفقای نزدیکش نبود، ولی قدرت معنوی یا مذهبی برای 10-20 سال اول در دست خلفای راشدین بود، اما قدرت نظامی و سیاسی در دست معاویه بود، در دست یزید بود و در دست یزید دیگر بود. اینایی که حضرت امام حسین کشتن تنها مرتکب از این جنایت نشدن، اینها اسلام کشتن. این کتاب هایی را که امروز ما و شما باور داریم که پیغمبر اسلام میرفت و مردم آره میکشت و زنایشان را میگرفت و دخترکای جوانشان را میگرفت که 6 سال را عروسی کرده و 2 سال را عروسی کرده، یا آقای دیگه میگه که 4 سال هم میتونی عروسی کنی، اینا نیست در قرآن. ما و شما میگم که او کتاب های شیطانی را اعلا کنین. اینال معلومات شما چیست؟ معلومات شما اونمو کتاب های شیطانی است که دکلی شما دادن، دکلی ما داده بود، دکلی پدرم، دکلی پدرکلانم 14 سال. چطور از این خود بیرون بکشیم؟ و یه آسان نیست. ما از شما توقع ندارم که بگوین وی چه خوب یک آدم خوب شد ما را گفتی که ایسو بریم. وقتی که ابراهیم آمد پدر خدازه را گفت که پدر بود نپرست، پدرش گفت که شکر که بچه هم پیدا کردم مثل تو که با من یپ هم میزنه، بیاری توره که بوتارا بشکنانیم. نه، ابراهیم شکن شدن، بود شکن نشدن. اما چرا امروز ما حضرت ابراهیم احترام میکنیم و باور میکنیم و ایمان داریم بر ازی که او دمورای خود استاد شد؟ ما دمیرای خود استاد میشم. امو شعر ابو علی سینای بلخی است که وقتی که سلطان محمود غزنوی یک دوز کلانه که میرفت و هند چور منداخت، هر سال مردم ها را حتی کسایی که مسلمان شده بود چور منداخت، ایشان ها میکشت، ایشان ها مالا ایشان ها دوزی کرده، میامد دماوین غزنی و مجلس مشایره برپا میکرد و شایر خود دیگدان از نخره میداد. همو سلطان محمود غزنوی ابو علی سینای بلخی را تکفیر کرده بود و ای ابو علی سینای بلخی برش میگه که کفر چمن گزاف آسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود. در شهر چمن یکی و آن هم کافر، پس در همه در کسی مسلمان نبود. ما برای شما میگم که ما و شما دین خدا مسجد خدا به یک خانه دودپر تبدیل کردیم که مردم مدرایه و از ایجا صلفه کدم مدرایه و اصنا یک تعداد معدود. اینمی خانه مقدس خدا ما باید به یک مسکن، به یک عبادتگاه تبدیل کنیم
که هر کسی بتانه در ایجا بیاید. در این عبادتگاه ما باید دروازه را بر روی هیچ کس بسته نکنیم. اگر شما یک روز یک سگ دیدین که دان دروازه مسجد آمد، یک کاسه او پیشش بمانین، یک کمکش کنین. اگر دیدین که یک زن فاحشه از روی سرک آمد و در مسجد در آمد، احترام بکنینش. دروازه را بسته نکنین، در رویش سیاهی نمالین. اگر در امونجا آمد و چیغ زد سر خداوند و دشنام داد، زبانش قطع نکنین. این می زن یک روز دیگه چادر پوشیده میاد در گوشه مسجد و گیریه میشه و از خداوند معذرت میخواهد. یک مسلمان خوب میشه. شما عشق و دوستی و دستگیری را اساس دین بسازین. این چیزیست که ما ضرورت داریم. اگر ما این کار نکنیم که نمیتانیم تا زمانی که قرآن نفهمیم. اگر شما به خود وقت نمیتین که قرآن بفهمیم، ما برای شما می کارو میکنم. شما گپای مرا به سادگی و آسانی نمیتانین بفهمین. امروز مسجد ما به یک خانه دودپر تبدیل شده، خانه که مردم برای تکفیر کردن و تاپ زدن و دست بریدن و پای بریدن استفاده میکنن. حافظ 600 سال پیش میگه که یاد بادان که خرابات نشین بودم و مست، یاد بادان که خرابات نشین بودم و مست، آنچه از مسجدم امروز کم است آنجا بود. چی امروز در مسجد کم است که حافظ میگفت، و چی در اونجا در خرابات زیاد بود؟ در خرابات گپ زدن پشت مردم نبود، غیبت نبود، دست شکستاندن و کمر شکستاندن و تکفیر کردن نبود، بدنامی نبود، گپای زشت زدن نبود، در اونجا قلب شکستاندن نبود. یک صافی و صفایی وجود داشت. در مسجد زود خوش بود، زود ریایی بود، مردمای مغرض بودن، در بالا عظمی را امرار معیشت میکردن، زندگی خود با هزار گزافه ها به پیش میبردن. و ای را چی به وجود آورده بود؟ نخواندن ما از قرآن، نفهمیدن ما قرآن و نعمل کردن ما که از بابت نفهمیدن و نخواندن قرآن به وجود آمده بود. شما برنامه های مرا اجازه بتین، ای را ببینین، خیره قار شوین. یک روز، دیگر روز، در یک برنامه قار نشین، 20-30 برنامه مرا ببینین. او وقت باور کنین که شما میگین او شکر که من اینجا شیشته بودم. او وقت شما سپاس میکنین، او وقت شما در پهلوی ما استاده میشین. و اینی چیزیست که ما کار داریم که کنار هم دیگه استاده شیم، با یک جنبش تبدیل شیم، با یک دریایی که میشوه تمام از استیاکاری ها را و میاره یک صفایی را عوض میکنه، یک شادابی را. اینی بخش اول برنامه ما بود. و حالا میرسیم در بخش دوم برنامه خواهد. بخش دوم جلسه شیکاگو است. در تاریخ 20 و 21 می یک جلسه بسیار بزرگ در مورد افغانستان است در شیکاگو. اگرچه که این جلسه تنها منحصر به افغانستان نیست، اما فوکل پوینت یا می محراق از این مذاکرات و مهمترین موضوع بحث در این مذاکرات افغانستان است. پیش از این که ما سر از این جلسه گپ بزنم، باید ما شما ببینیم که افغانستان به چه مشکل مواجه است. بزرگترین مشکلی که افغانستان امروز داره که افغانستان به یک اقتصاد مصرفی تبدیل شده. یعنی به این معنا که مردم خودشان تولید نمی کنن، از بیرون مال میارن، یا مرکز فروش مال چین و هند و پاکستان تا و ایران و تاجکستان و روس و غیره و غیره تبدیل شدیم. خریده میریم و خریده میریم. افغانستان به کشور پرمصرف تبدیل شده. اما این پول از کجا میشه؟ یک قسمت عمده از این پول از اینمی پولی که امریکا و اروپا در افغانستان مصرف میکنن به وجود میاد. تقریبا 3,500-4,000 نفر به نام عسکر در افغانستان اجیر شده توسط قوه های خارجی. مای 2-300 دلار برای ازیان میتن.
ای یک منبع عاید شده در افغانستان. پیچکی را که یا برای آقای کرزی میتم، معاش آقای کرزی متاسفانه از بیرون معاش وزرا، معاش سناتورا، معاش قاضیا، معاش هر کسی که در حکومت کار میکنه یا هم از بیرون میاید و یک مقدار کانترکت هایی را که برای ساختن راه و سرک که نیتو در افغانستان کار داره داشته باشند یا هم از بیرون میاید و این کانترکت هایی را که برای نفر آمیته یک مقدار انگفت پول دیگر را به وجود آورده. مؤسسات کمکی در افغانستان یک مقدار پول میارن و در پهلوی زی بخش دیگه اقتصاد ما اقتصاد تریاک است، ولی او یک اقتصاد کلان بر ما نیست به خاطر از اینکه اصلا پول در جیب دهقان نمی آید، یک مقدار کمش می آید. اگر گندم بکارن یک کمک کمتر آید دارن و اگر تریاک بکارن فکر کنین دو چند، اما پیسه اصلی در جیب کی می ره؟ آیسای. اینال او یک سورس کلان اقتصادی یا منبع کلان اقتصادی در افغانستان نیست، یعنی که اقتصاد مملکت ما یک اقتصاد جنگ و تریاک است یا اقتصاد خون و تریاک است. ما به کشورهای خارجی عسکر فروختیم که امو عملیات های را که در افغانستان دارن به قیمت ارزانتر انجام بدن. این برای ما فایده است، یک 3500 هزار نفر ما در کار افتیده. اینال چیزی که آقای کرزی در این 12 سال نکرد و ما فکر میکنم بزرگترین چیزی که در تاریخ افغانستان آقای کرزی محکوم میشه این نیست که چرا بازیچه دست خارجی بوده. در افغانستان امروز برعکس زمانی که ما بر علیه روس جنگ میکردیم دیگه همین مسئله که وابسته خارجی استی بسیار یک چیز شرم‌آور نیست. در اون وقت ما و شما آزاد بودیم که بمیریم اما پیسه نان خود از بیرون نگیریم، اما امروز مردم بسیار بیچاره شده یا در واقع ضرورت دارن که یک کسی که وابسته از به بیرون بیاید در مملکت نسبت به یک کسی که مثل آقای بشر دوست است. برای چی؟ به خاطر که آقا میتونه یک مقدار پول کمک از جهان برای ما بیاره. از امی خاطر است که ما و شما ترجیح میتیم که آقای کرزی داشته باشیم که مقدار پول زیادتر میتونه بیاره نسبت به آقای ملا عمر که پول تریاک ما را میبرد در دست آیسای میتر. یعنی ما چانس از اینکه یک حکومت خود مردم افغانستان را بر افغانستان داشته باشیم دیگر نداریم. کسایی که از بیرون میان یا چانس بهتر دارن و ما مامور ترجیح میتیم اگر آقای بشر دوست ما انتخاب کنیم به عیسی رئیس جمهور ما به یک فاقگی بیشتر دچار میشیم. یعنی ای یک چیز نیست به نظر ما که آقای کرزی تاریخ محکوم بکنه. چیزی که تاریخ آقای کرزی محکوم میکنه که در پالوی از ای که ای کوشش کرد برای خارجی ها کار بکنه و در اموام حتی فیل کرد، در پالوی از ای میتانست برای می مردم افغانستان یک کار کنه. بزرگترین کاری که میتانستی بود که با می پول های انگفته که در افغانستان سرازیر شد ای را میتانست انویست بکنه یک بخش از ای را در جریان پرته برای ساختن فابریکه ها که کار که واقعا مؤلد است در افغانستان به وجود بیاید که بعد از اینکه امریکا و اروپا میبراید ما کارهای داشته باشیم که آیل اصلی میارد. از اینکه زراعت ما ماشینی شه ای بسیار اقدام نکرد، یعنی زیادتر کوشش کرد که همین نقشایی که علی برادر گل که طالبا بیاید که ما صلح بکنیم که ما این مشران و جرگه داریم که ولسی جرگه داریم، این دمی کارهای ناقناق و کلا و چپن بمانه بیرو برای که معلوم هم نشه داخل که کلا را که مانده سر خود مانده یا سر مردم افغانستان مانده و همی چیزا هم مصروف شد. یعنی حالا در افغانستان چی شده؟ افغانستان یک اقتصاد مصرفی است. یخچال داریم، اوتو داریم، موتر داریم، کمپیوتر داریم، تلفن داریم، هر چیز داریم. در خانه که مردم ما یک دفعه گوش میخورد حالا هر روز گوش میخورن. شهر پلوتت شده، موتر زیاد شده، سرک اینا به اندازه کافی نیست. یعنی تصویری که وقتی که امریکا و اروپا میبراید مردم یک تکان میده، مردم زوف میکنه که وقتی که امریکا میبراید چی میشه. کسایی که پیسه دارن در ایجریان پیسه پیدا کردن یا وقت نمی فکر هستن که نمی پیسه خود در بکس ها پرتن و براین
یک مقدارش که هنوز نکشیدن، یک مقدارش وقت کشیدن. یا که پیسه رو بکشه در افغانستان چی میمونه؟ روحن ما سقوط میکنیم، در زمین میخوریم. باز اگر روحن در زمین خوردی، فاینانشلی یا از نقطه نظر اقتصاد در زمین میخوری، اگر از نقطه نظر اقتصاد در زمین خوردی، از نقطه نظر نظامی و اجتماعی و سیاسی در زمین میخوری. 100% امریکا و اروپایی را میفهمه یا میخواین که غیر مستقیم اول بر ما یک سپورت معنوی یا روحی بتن که بیادر ما شما را اعلان نمی کنیم، به خاطر اگه یا ما بفهم که یا ما را اعلان می ته کل ما میال طرف طالبان می دهیم یا نمی خواهی که تیک کار شه. یا اولین چیزی که میکنن که به ما یک سپورت یا پشتیبانی معنوی بتن یا در زیر شانه ما چوب بمانن که نفتیم از نقطه نظر روحی سایکولوژیکلی کلاپس نکنیم. دیگه در عین زمان یا میفهمن که با مجرد که برای افغانستان یارمی خود تمویل کرده نمیتونه و پیش برده نمیتونه و در ضمن مقصد و مقصد جهانی است، اینال یا میخواین که کشورهای مختلف عهدهدار مصرف دوامدار بعد سال 2014 در افغانستان بکنن تا که مشکل عمده اقتصادی تنها در سر امریکا و دو سه کشور اروپایی نمانه. بنابراین در این جلسه 60 کشور جهانی استداره که یا متقاعد شدن که به نفع ماست که افغانستان اعلان نکنیم، کمک بکنیم، کمک اقتصادی، کمک معنوی، کمک فنی و کمک های مختلفه دیگر. ما شما داخل جلسه به یقین یک تعهد دراز مدت تر بعد سال 2014 میبینیم که بر افغانستان چی چیزهایی باید کمک شود. بدون شکی کمک میه، اما آیا این پول بازم بعد سال 2014 با می رقمی که در افغانستان با ویست شده یا زایه شده در فضله رفته امی رقم مصرف میشه که یک تعداد معدود پول انگفت در جیب خود به دست بیاره و یا پول خود در بکس آپرتن از افغانستان بکشن، یا ای که یک کم هوشیارتر فکر میشه کمی پول از عوض از او برای ساختن فابریکه ها و ماشینی شدن زراعت ما استفاده شه تا که بعد از 10 سال دیگه 20 سال دیگه افغانستان در سر پای خود استاد شه. و امیدواری دیگه ایست که کشورهای خارجی تو فکر میکنن که اگر منابع افغانستان هر چیزوتر روی کار بیه کاهش میده کمک های از یاره. و به نظر من زیادتر همی جلسه روی عظمی مسئله است که به گفته سخنگوی نیتو همچنان روی عظمی مسئله است. تا برنامه دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپارم.